سلام سلام سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز میخوایم بگیم 28 روز به کنکور مونده، مفیدترین استفاده ای که از این تایم میتونیم بکنیم چیه. منتظرین بچه ها بیان بالا چت رو وا میکنی برام حسین جان. به به، سلام 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 سلام، ببینیم لایف چه خبره. سلام 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 سلام، به 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 به، همه بچه ها بیاییم ببینم. بودو 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 ازم ببینم. سلام 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 سلام. امروز کسی تایم کلاس رو از دست بده دیگه دستش نمیاد. یعنی امروز کسی تایم کلاس رو از دست بده دیگه دستش نمیاد. چطورین بچه ها؟ منتظرین برای بمب 28 روز آخر؟ بزن 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 بزن، آمادم بزن آمادم بزن 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 بزن. ماشاءالله 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 ماشاءالله. ببینم بچه ها لایو هم هستن. بله یه 200 نفر هم تو لایو هن. بچه هم دارن میان. برو بریم برو بریم برو بریم. بسم الله الرحمن الرحیم، امیدوارم حالتون عالی باشه. میخواییم یه جلسه یه بمب جنجالی عجیب و غریب بریم برای اینکه از 28 روز پایانی کنکورت هر اون چیزی که میتونی استفاده بکنی. جلسه رو 4 بخش تقسیم کردم: کنکوری، پشت کنکوری، پشت کنکوریایی که کلاس دارن و ندارن، 12 امیایی که کلاس دارن ندارن. میخوام بهت بگم دیگه چه کلاسایی رو شرکت نکنی، چه کلاسایی رو شرکت بکنی، چه زمانی کنکور بدی، چه زمانی کنکور عمومی بدی، چه مطالبی برای هر درصدی مهمه و بریم جلو. یه لطفی میکنی صفحه تخمین رتبه قلمچی رو برام باز کنیم به من بدین. صفحه تخمین رتبه، آره، یه سرچ بکنی، عجلم نداریم. خب بچه‌ها 2 قسمت بچه‌ها رو داریم: بچه‌های 12 بچه‌های پشت کنکوری. بچه‌های 12 که هم کلاس دارن خب و بچه‌هایی که کلاس ندارن، ما اولویت اولمون برای این هفته‌ای که پیش رو هست این هستش که هفته اول پیش رو و هفته‌های دوم، هفته 1 پیش رو، هفته 2 پیش رو، اینا رو همه رو تقسیم بندی می‌کنیم که به هیچ وجه بچه‌ها هفته‌های بعدی بله، برای بچه‌هایی که پشت کنکوری هستن کلن میگیم که به ترتیب باید چی کار بکنن، به ترتیب باید چی کار بکنن. هر زمان اون آماده شد به من بگیم، برای من روی تخته بذارین. لطفاً صفحه تخمین رتبه رو به من بدین. بچه ها یه چیزی بهتون میخوام نشون بدم که ما چه کاری رو میتوانیم در تایم باقی مونده بکنیم، بعد بر اساس اون اولویت بندی میکنیم، سوال به سوال ریز به ریز با هم دیگه میریم بالا. مرسی از شما، مرسی. بچه ها میخوام برم تو رشته ریاضی. خوب به من گوش بکنید، خوب گوش کنید. میخوام این دفعه بگم آقا یه نفری میانگینش مثلا هلوش 20%. خب 20%، خب میخوام دقیق باشه که بعدا نگین دقیق نبود. خب 20% 20% 20%. بچه ها تجربی انسانی مثال میزنم، خواهش میکنم بچه ها خیلی دقیق نگاه بکنن. همه درس ها رو ما میانگین 20% بزنیم، همه درس ها رو میخوایم میانگین 20% بزنیم. میخوام بگم تو شرایط فعلیت حدوداً اینه، شرایط فعلیت حدوداً اینه. میریم سراغ تخمین رتبه. چی میشه تخمین رتبه شما در رشته ریاضی؟ منطقه 1 میشه 7000 تا 7500، منطقه 2 4500 تا 5000، منطقه 3 میشه 1500 تا 2000. حالا بیا اینجا قبولی تو میخوام ببینم قبولی چه اتفاقی میفته. بیا 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 قبولی ها رو نگاه بکن. میانگین 20%، پارسال یه دونه کارنامه رو باز بکنیم، تقریبا دانش آموزی که میانگینش 20% بوده. ادبیات 1 از 10، این هولوش 10%، عربی بین 40 تا 50%، معارف 40 تا 50%، زبان 40 تا 50%، ریاضی 10%، فیزیک 10 تا 20%، شیمی 10 تا 20%. این یه کارنامه بچه ها. بعید میدونم که دانش آموزی نتواند در این موقع سال حتی اگر یه ماه درس خونده باشه این درصدا رو بزنه. خوب نگاه کنید به دومی: ادبیات چه هولوش 40، عربی هولوش 10، معارف هولوش 70، زبان هولوش 10، ریاضی هولوش 20، فیزیک هولوش 40 و شیمی هولوش 10%. میخوام بگم عزیزم در سالی که پیش رو داریم، در زمانی که هست، چجوری میتونم برم صفحه قبلی؟ ببخشید. آها، در سالی که در 28 روزی که پیش رو داریم به شما قول میدم عمومی هاتون رو با کاری که بهتون میگم همه رو
همه رو میتونید به هولوش 50 برسونید، حداقل از 20%. برای همه لول بچه‌ها خواهم گفت چی کار می‌کنیم. عمومیامونو میتونیم به 50 برسونیم. خب اختصاصیامون هم میگم خیلی وضعیت خراب باشه، خیلی داغون باشه، 15-20% میتونیم اضافه بکنیم. من به شیمی حداقل 20% اضافه میکنم، مطمئنم این کار رو میتونی بکنی اصلا بدون شک. به ریاضی چقدر؟ به ریاضی و فیزیکت 35-15% اضافه میکنم. خوبه؟ خوبه؟ برو بریم تخمین رتبه. بیا بالا، بیا بالا، تو رو خدا با من باشا. رتبه 7000 میشه چقدر؟ 1500 تا 2000. بیا بریم تو قبولیاشو ببین، قبولیشو واس کنم واسط. بیا بیا بیا، کجا قبول شدی؟ کجا قبول شدی؟ فیزیک دانشگاه تهران، عشق دانشگاه تهران مگه نداشتی؟ کارایی که امروز میخوام بهت بگم میرسوندت اینجا. الان رشته ریاضی رو مثال زدم، رشته تجربی رو هم به صورت کامل مثال میزنم. 500 نفر تو لایو انا، ماشاءالله ماشاءالله. بیا بیا با من باش، با من باش. مهندسی پزشکی عشقشو نداشتی؟ بیا. نمونه هایی که بهت نشون میدم همه فیزیک امیرکبیر، نگاه کن این کارنامه است، همه رو میرسونم. من بهت میگم حتی تو اینجایی که بهت گفتم این کارو میکنم، صفحه قبلی رو به من بده، حتی تو اینجایی که بهت گفتم این کارو میکنم، حداقل دینیت رو مطمئن باش به 70-80 میرسونم. یعنی امکان نداره دانش آموزی با تکنیکی که من میگم دینیش رو به راحتی به 80 نرسونه. این نمونه رشته ریاضی. بریم یه نمونه رشته تجربی داشته باشیم. میگم رشته تجربی، دانش آموزی که این موقع سال خونده اصولا بچه تجربی یه هوا حواسشون بیشتر جمعه. آقا کف درصدی که داری چقدره؟ میانگین میتونی 25 بزنی، از هر 4 تا سوال میتونی یه دونه سوال انتخاب بکنی بزنی. برای هر سطحی میگم، برای سطح های بالاتر هم میگم. الان دارم اون برنامه اولیه هر رو فقط توضیح میدم که آقا در برنامه اولیه خب چی کار بکنی. بیا اینجا رشته تجربی، بیا گل من. همرم دارم از یه جایی بهت نشون میدم که قلم چیه، مال من نیست. گفتم مال مثلا یه تخمین رتبه که مرتبط به کلاس اینا هم باشه بذارم، میگن آقا اوه اینو خودشون درست کردن. توی قلم چی با این درصدا گفته شما منطقه 15-16000 میشی. بریم مثلا کارنامه ها رو نگاه بکنیم، بریم کارنامه ها رو نگاه بکنیم. بیا قبولی چیه؟ آموزش ابتدایی فرهنگیان پردیس علام امینی، تکنولوژی اتاق عمل فلان، کاردانی فوریت، 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 زیستشناسی سلولی مولکولی، و و و و و. حتی اگر امروز داری میانگین 10% میزنی، خودتو برسون به گیاه پزشکی مراغه، خودتو برسون به سلولی مولکولی تبریز. من دارم میگم اگر میانگین 25 میزنی، چجوری میتونم توی یه ماه کارتو عوض کنم، حالتو عوض بکنم؟ نمونهشم آوردم، دانش آموزی که 2 خرداد در آزمون قلمچی چه شرایطی داشته. تو لایوهای قبلی برو نگاه کن، کارنامه‌هاشو گذاشتم و دیدی. خب صفحه قبلی رو به من بده لطفاً حسین جان، بیاد صفحه قبلی. کار علمی اینه، کاری که تو بتونی از توش در بیاری. قول بهت میدم ادبیاتت رو میرسونم 45، قول بهت میدم ادبیاتت رو میرسونم 45، عربیت رو میرسونم به 50، دینیت رو به 80 میرسونیم. آقا نگران دینی نباشین شما، خواهش میکنم. زبانتونم میگم برسونیم به 45. خب بقیه درصداتونم من میگم ریاضی، زیست، فیزیک، شیمی، هر کدوم 20% اضافه بکنیم. برو بدیم تخمین رو بزن، باز کن اینجا رو ببینم. منطقه یکت میشه چقدر؟ 3000 تا 3500. بیا کارنامه رو باز کنیم با هم دیگه ببینیم. خوب گوش کن، خوب گوش کن. همونی که بعد کنکور میای تو انتخاب رشته میگی وای وای 5-10% تفاوت داشتم برای اینکه برسم. امروز دارم بهت میگم 28 روز مونده به کنکور، دارم توضیح میدم بهت که یاد بگیری که توی این چند روز بهترین استفاده رو بکنی. فرق درس خوندن توی خرداد توی تیر ماه با بقیه ماه‌ها اینه، تو یه هفته الان میخونی به اندازه 2 ماه بقیه است. هر چی میخونی نیاز به تثبیت حافظه بلند مدت نداره. یاد بگیر، من میخوام تکنیک کامل رو بهت میگم. بعدش اگر گفتم یک کاری رو انجام نده، انجام نده. بیا پزشکی رو ببین، داروسازی رو ببین، فیزیو رو ببین، دامو ببین، پزشکی، پزشکی. بابا نگاه کن کارنامه واقعیه، میبینی؟ باز کن نگاه کن، میتونی بزنی اینا رو به راحتی، میتونی بزنی اینا رو. خوب نگاه کن آقا، این یکی
نگاه کن، ریاضی زده 10%، ریاضی و نگرانی فیزیک زده 30%. پس با من بیا یه ماهو بهت بگم چی کار کن، وقت تو نذار 24 ساعت پای کلاس کار جمع بشه. اینم برات مثال زدم که ببینی از تجربی برو بریم. صفحه اصلی رو من میدیوست اینجا، صفحه که خودمون مینوشیم. مرسی 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 مرسی. یه سوال بپرسم، هم از بچهای لایو هم از بچهای که تو کلاس اینو هست، شدنی اتفاقی که بهتون میگم یا نشدنیه؟ شدنی یا نشدنی؟ اولین رو من بپرس، شدنی یا نشدنیه؟ شدنی یا نه؟ گفتم میانگی 25%، یعنی 4 تا کلاس نکته و تست تو درست پیاده کرده باشی کاملا شدنیه. بریم این ور ببینیم بچهای تو لایو چطورن. به به 600 نفرم تو لایون. به به برو بریم. خب خوب به من گوش کن، کارنامه رو آوردم، دوباره کارنامه باز میکنیم. میخوام بگم هر سطحی از بچه ها با چی میتونن تغییر بکنن. کنکور 1400 تجربی و ریاضی هم اگه میشه فایلش رو دانلود کنیم بذارین. من تجربی خود کنکور، کنکور 1400 ریاضی تجربی. خب بچه های نازنینم، دانش آموز 12 میاد پیش من، خانواده میگه آقا دائما این بچه سر کلاس، دائما سر کلاس، چه دانش آموزی دیگه کلاساشو شرکت نکنه چون براش فایده نداره. خوب گوش کن، تمام نکته و تست ها، تمام نکته و تست ها 60-75% مطالب رو تدریس کردن. ببین عقل تو به کار بنداز. مشکل ما با خیلی از بچه ها اینه که برخلاف این که مطالب رو میگیم توجه نمی کنن. همه درس ها نکته و تستاشون 60-75% مطالب رو گفتن. میگم 10-25% هیچی، یه دونه آزمون جامعه بزن، اگر میانگینت زیر 50% که مطمئنم میانگینت زیر اینه، پلوش 20-25، آقا این کلاسه دیگه به درد شما الان نمیخوره. چرا نمیخوره؟ آقا معلم بد درس داده؟ خیر، معلم بسیار هم عالی درس داده. یا تو توی بحث تکالیف مشکل داشتی، تکالیف درست انجام ندادی، یا تست زماندار نزدی، یا جزوه رو نخوندی، یا دوره نکردی. عزیزم به هر دلیلی بچه‌ای وجود دارن که الان 60-75% گذشته، طرف داره 60-70% میزنه و همه مطالب رو هم رسونده، 10 جلسه آفلاینش هم از هر کلاسش نمونده. اگر تو نمیتونی بزنی و شرایط در حال حاضر اینه، خواهش میکنم، التماس میکنم کلاست رو ادامهش رو نبین. اگرم میبینی چیکار کن؟ اگرم میبینی، میبینی آفلاین ها رو کلن ول کن، آفلاین ها رو کلن ول کن. دارم در مورد بچه های 12 که کلاس دارن صحبت میکنم. آفلاین ها رو کلن ول کن، بچسب کلاس های آنلاین به اضافه آزمون های 12 آزمون نهاییت. خوب داری منو؟ خوب خوشگله منو داره؟ پس دانش آموز 12 که خانوادش به من زنگ میزنه میگه دیروز 12 دانش آموز من سر کلاس بوده، این آدم میانگینش 10-15% داری اشتباه میکنی، داری مسیر رو اشتباه میری. بچه ها من مثال سیب چیدن رو دفعه قبل بهتون زدم. شما رشدتون در کنکور، حرکتتون در کنکور چند بخشه؟ 1-2-3-4. اینو نگاه کن، 4 مرحله رو اگر برای هر مبحث پیاده نکنی نمیتونی توی کنکور بزنی. مطلب اولی چیه؟ خوب به من گوش کنه، گوش کنه خوشگل خوب به من. مطلب اولی آموزش، همون کاری که سر کلاس اتفاق میفته، آموزش. من اینو بهش میگم سیب چیدن. داداشی ما برای شب عید روز 29 اسفند باید بریم بازار سیب برسونیم. بازار 29 اسفند برای ما روز کنکورمون، فرض کن 29 اسفند شب عید دیگه، 29 اسفند میخوایم سیب بفروشیم، درسته؟ میخوایم سیب بفروشیم. حالا من میگم شما آموزش رو داری، اوکی،
این کلاسه. این آموزشه یعنی سیب چیدن. شما هر مطلبو که یاد میگیری یه سیبو داری میچینی، این سیبه باید بره بسته بندی بشه قبل رسیدن به بازار. بسته بندی باید بشه. آقا بسته بندی یعنی چی؟ یعنی جزوه، تکلیف، این میشه بسته بندیش، جزوه و تکلیف. این باید بار کامیون بشه. بار کامیون بشه یعنی باید به حافظه طولانی مدت سپرده بشه، یعنی میشه مرور، تست زماندار، رفع اشکال، و بعدش این سیبه باید برده بشه به بازار، باید حمل بشه. این میشه زدن کنکورهای سال قبل. خوب گوش کن عزیز دل من، تو اگر تا روز آخر، هفته آخر سیب بچینی، سیبت به بازار شب عید نمیرسه، سیبات میگنده. اگر تا روز آخر بخونی و جزوه بخونی، مرور نکنی، تست زماندار نزنی، کنکورا نزنی، سیبا رو بسته بندی کردی، باز حمل نکردی، به بازار نرسوندی، سیبت به شب عید نمیرسه، نتیجه نمیگیری. اگر تا روز آخر آموزش ببینی، جزوه و تکلیفم انجام بدی، مرورم انجام بدی، اما کنکورای سالای قبل رو نزنی، اصلا سیبتو نبردی بازار که بفروشی. بچه ها شما قبلش باید ریکال، ریممبرینگ رو در ذهنتون، سیناپساشو ایجاد بکنید. بچه های تجربی خوب میفهمن من دارم چی میگم. یکی از عللی که میگن آقا زمان درس خوندن آهنگ گوش نکنید، میگن ریکال، ریمایند، ریممبرینگ ذهن شما دچار اشکال میشه. یعنی چی؟ میگه تو الان با درس که داری میخونی آهنگ میگه وا ویلالی، هرچی با این آهنگه داری میخونی، خب داره با اون وارد ذهنت میشه. زمانی که این داره وارد ذهنت میشه، کنارش یه آهنگ بوده، سر جلسه کنکور آهنگه وجود نداره، مغزت نمیتونه بیاد سیناپسای برعکس اینا رو ایجاد بکنه و وارد ذهنت بکنه. یکی از عللی که میگه اینم الان همینه، تو وقتی مدل کنکور سال قبل رو نزدی، استراتژی رو تمرین نکردی، تنظیم زمان رو تنظیم نکردی، برای خودت محدوده درصدی تنظیم نکردی، اصلا نمیدونی چه تایی میشه دفترچه شروع میشه، چه دفترچه تموم میشه، نتیجه نمیگیری. پس خواهش میکنم تمام اتفاقاتی که گفتم برای اینه که این چهار پروسه رو در این 28 روز به صورت زمان بندی شده ببریم جلو. بچه ها که خسته نشدن، یه انرژی به من بده ببینم، یه انرژی خوب به من بده. بچه ها خوبن؟ خسته که نشدن؟ هستیم با من؟ خسته که نشدی؟ ماشالله. برو بریم. خب بچه ها خوب گوش کنید. پس ما گفتیم ما چند دسته دانش آموز داریم، 12 که کلاس داره، 12 که کلاس نداره. بچه ها همه عالی هن؟ ماشالله، دمتون گرم. بچه ها خوب گوش کنید، 12 که کلاس داره، پس کی کلاس رو ببینه؟ کسی که الان 60-70% تدریس شده، 60-70% رو میزنه و آفلاین نداره. توصیه میکنم اگر درصد زیر نصف 60-70%، یعنی زیر 30% داری میزنی، کلاسی که داری ادامه میدی آفلاین ها رو کلن بذار کنار، آنلاینش رو تحتش ببین، در کنارش کاری که میگم انجام بده. بچه ها هفته اول شما هفته پیش روه، تعطیلی زیاد داره، امتحان فیزیک پیش روتونه، بچه های رشته انسانی هم امتحانشون دورتر از اول هفته. حتما به جز استثناءاتی که خودم تو کلاس خصوصیشون یا در جلسات پرسش و پاسخ VIP که با بچه کلاسی خودم دارم، به جز اون استثناءات، هفته اول بچه ها حتما یه دونه کنکور داشته باشین. آقا ما تا الان کنکور نزدیم، کنکورای چه سالیو بزنیم؟ بچه‌ها 99 داخل و خارج، 99 داخل و خارج و 1400 داخل و خارج اجباریه. یه دونه کنکور حداقل هفته اول بزنید و تحلیل درمانی. آقا تحلیل درمانی چیه؟ تحلیل درمانی رو لایوشو گذاشتم، توضیح هم دادم، یکی از نکات آخره و انتهایی و مهم و رتبه ساز منه که تخصص من قبولی در زمان کوتاه، یکیش تحلیل درمانیه. لایوشو گذاشتم، آموزشش هم دادم، لایو سیف شدهش هم براتون اگر داشته باشم مجددن میذارم. کنکور 99400 جزء اصلی هست، حتما هفته یک بزنیم، به علاوه همون درسایی که آزمون دارین در این هفته که درس فیزیک و درس
عربی هست رو به صورت کامل کارش رو انجام بدین. هفته دومتون بچه ها چیه؟ هفته دوم بچه های دوازدهم امتحان اجتماعی دارین، فارسی دارین و زبان دارین. در هفته دوم هم در انتهای هفته حتما یه دونه کنکور بزنین به اضافه تحلیل درمانی. آقا تحلیل کنکور ها از کدوم گفتم؟ 99 داخل و خارج در اولویت تموم شد، بعدش کنکور های 97، بعدش کنکور های 98 اولویت های اصلی مونن. هفته های بعدیتون هم بهتون خواهم گفت. ما دو هفته بعد مجددا با هم دیگه کلاس داریم. هفته های بعدیتون رو میگم که برنامه فوق العاده مهمیه. هنوز با دوازدهمی‌ها کار دارم، برم یه کوچولو پشت کنکوری ها رو بگم، پشت کنکوری هم را بندازیم، از یه جایی به بعد رو با هم دیگه قرار هستش برن جلو. یه تعدادی زدن آقا ما میخواییم فرهنگیان قبول شیم، پرستاری قبول شیم. نشون دادم کارنامه شدی که 20-25% 30% میانگین کارنامه شد دیدین. ما برای بچه هایی میخواییم که اگه صفری برسونمت به فرهنگیان پرستاری، اگر 20-25 برسونمت به پزشکی دندون دارو، هیچ دوره ای هم از امروز به بعد نمیخواد ثبت نام بکنی. من امروز میگم به خاطر اینکه فکر نکنی دوره تبلیغاتیه دارم میگم، آقا نمیخواد ثبت نام بکنی. آقای حسین بگین ثبت نام من در کلاسینو از امروز تا کنکور 401 برای 401 بسته باشه. اینو دارم بهت میگم برای اینکه از این استفاده بکنی. هیچ دوره ای نمیخواد برای کنکور 401 ثبت نام بکنی. بیا فقط ببین راه چیه، دارم بهت میگم. یک بار که شده از فضای انگیزشی بیا بیرون، بیا ببین باید کارت چی باشه، باید ببینی کارت چی باشه. خب خوب نگاه کن، بریم سراغ پشت کنکوریا. پشت کنکوریایی که کلاس دارین دقیقا مثل توضیحی که به کنکوریا دادم. اگر کلاس 60 الی 75% مطالبش تموم شده ولی داری تو کماکان زیر 30 میزنی، یعنی این کلاس برای تو فایده نداره. آقا صبح تا شب نشینید پای کلاس، کلاس جبرانی. تو تا امروزش مسیر کلاس دیدنت غلط بوده، بعد از اینم ما همین مسیر تاثیر نمیذاره. میگن نه استاد یه مطالبی هست اگه اونجا بگم ما نمیزنیم. مگه مطالب قبلی که گفتن رو زدین؟ مگه استکیومتری رو درس داده زدی؟ مگه تابع و درس داده زدی؟ خب برو همون قبلی ها رو جزوهش رو دوره بکن، تستش رو بزن. بچه های پشت کنکوری خوب به من گوش کنن. بچه ها قرار بهتون بگم درس به درس چه مطالبی مطالب مهمه ها. لایو رو داشته باشین، کلاس هم بچه ها کامل داشته باشن. قراره بهتون بگم درس به درس کدوم مطلب مهمه، کدوم مطلب رو نباید. چت رو ببندی لطفا بچه ها تو چتن. کدوم مطالب رو باید حواستون خیلی جمع باشه بهش. خب بچه های پشت کنکوری حتما مطالبی رو که میخوام بهتون بگم، مطالب مهم درس ها این خیلی مهمه. مطالب مهم درس ها بچه ها خیلی برامون مهمه. یعنی قوغا میخواییم بکنیم با اینا. برو بریم اسلاید بعدی. آقا شما اگر محدوده درصدید، تو رو خدا گوش کن، تو رو خدا دارم میگم گوش کن، حواست به این ور اون ور نباشه. کل سال حواست این ور اون ور بوده، شرایط امروز تو ببین، بعد کنکور رو بشینی گریه کنی. خوب نگاه کن، درس به درس دارم میگم. خوب نگاه کن. بریم بچه ها، اول بریم درس عمومی. 4 تا درس عمومی مون. خب خوب به من توجه کن بچه، اگر فارسی محدوده درصدیتون بین 0-30%، بین 0-30%، چیا رو بخونی الان به صلاحته؟ اینایی که میگم نگاه کن، دارم برات کامل مینویسم. قرابت، آرایه، وقت تو رو چیز دیگه ای نذار. این دوتا تو به صد برسون. کنکور 1400 تجربی میشه من محبت بکنی بچه ها. این لحظه یه چیزی بیارم، ریاضی و تجربی هم فرق نمی کنه، انسانی هم فرق نمی کنه، هنر و زبان هم فرقی نمی کنه. من اگر که باشه ممنون میشم، مرسی. بذار این بیاد، من بدی چیز نشون بدم. این کنکور. خب بی عزیزم، میگم آقا من دارم حرفی که میزنم روش چی دارم؟ صحبت دارم. حرفی که میزنم چرت نیست،
بیا اینجا میخوام ببینم آقا چه تعدادی از سوالات رو شما میتونی جواب بدی و درصد چند خواهد شد. بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا اینا که املاس لغت و املاس بیا 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 اینا همون چیزایی که هفته پیش گفتم باید میخوندی. خوب اینا رو آوردیم براتون دیگه. سوال هفته یکیشون بود. لایو هفته گذشته رو اگر ندیدی حتما ببین. بیا اینجا بریم سراغ آرایا. خوب اینجا رو نگاه کن. یکی اون، دو تا این، سه تا این، چهار تا این، پنج تا این، بیا پایین. اونی که میگی آقا من ادبیات درصدم پایینه، من دارم سوالات بدون ریسک رو برات انتخاب میکنم. بچه‌ها سوالات کنکور در لغت در تاریخ ریسک داره و اگر نخوندی تا الان خوندنش هم زمان بره و ترسناکه و خیلی از بچه‌ها نمیتونن بزنن، اما آرایه و قرابت رو با این کارایی که بهت میگم مثل قند میتونی بزنی. بیا اینجا بیا اینجا بله بله بیا اینجا بیا خوب بیا پایین بیا اینجا. چند تا شد تا الان؟ 1 2 3 4 5 6 6 تا الان اینجا شده. 6 تا الان. خب این که اصلا چیزه، این هیچی، صفت های فایلی اینا هیچی، هیچی، اینا هم هیچی، نقش واژه هیچی، مفهوم. 6 تا بالا بود یا 7 تا؟ 6 تا بود. 7 8 بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا 9 9 تا اینجا میگی من ادبیات نمیتونم بزنم، فقط وقت تو بذار روی این. 10 11 12 بیا پایین بیا پایین بیا پایین بیا پایین بیا پایین بیا پایین. چقدر راحت میتونی بگیری. 13 14 سوال آخرم هستش. چی میشه؟ میشه سوال 15. 15 تا سوال تو میتونی بزنی، مثل قندم میتونی بزنی، مثل قند. 15 تا سوال. 15 تا سوال میشه چند درصد؟ برم سراغ کار خودم. 15 تا سوال میشه چند درصد؟ 0 تا 30 نبودیم اگه. میشه 60 درصد. میشه 60 درصد. 60 درصد. 60 درصد. میشه لسه صفحه تخمین رتبه‌ای که من زده بودم و بیارین لطفاً. میخوام بگم حرف مف ما نداریم اینجاها. حرف الکی نداریم. گفتم بهت 60 درصد. بیاریم اون صفحه رو لطفاً. بریم صفحه قبلیش. بله. بله. گفته بودم به چند درصد میرسونمت، گفتم 45 درصد. مطالبی که بهت گفتم گفتم 60 درصد. ببین حاشیه اطمینانت رو چقدر بالا گذاشتم. خوب دیدی کار علمی باید یک حاشیه اطمینان داشته باشه. تو 100 درصد مطالب رو هم بخونی، یعنی اون 60 درصد سوالات رو بخونی، 50 درصد رو به احتمال خیلی خیلی زیاد میتونی جواب بدی. یعنی 50 میتونی. من بازم از اون حاشیه اطمینان گذاشتم، گذاشتم 45 درصد. بریم سراغ صفحه خودمون لطفا. حسین جان امروز خیلی اذیتت کردم. اما یه قهوه از لمیز ما بعدش باید بگیریم که شما خستگی در بیاد. خب پس گفتم اگر سفت خدایی حال میکنی یا نه، چتو واکن. عشق کردی برای چی نشون دادم. حالا میخوام بهت بگم آرای قرائت تو با چی قند میتونی تو این 28 روز بزنی. خدایی حال کردی یا نه؟ خدایی حال کردی یا نه؟ حال کردی یا نه؟ به به. آقا یه نفر یه چیزی نوشته، نمیدونم واقعی، نوشته هیتلر 28 روزه اروپا رو گرفت. نمیدونم واقعی یا نه. اگه واقعی دمش گرم. ماشاءالله ماشاءالله. ببن چطور به بچه ها ترکیدن. ماشاءالله فکر نمیکردم اینقدر عشق کنین. دمتون گرم دمتون گرم. بریم سراغ عربی. گل من خوب به من نگاه کن. اگر محدوده عربیت بین 0 تا 30 درصده، من تو رو برای رشته داغون آماده نمی کنم. آمادت کردم برای رشته تاپ. ثبت نامم نمی کنم. از امروز کسی کلاسینوی من ثبت نام بکند برای کنکور 1401 مطمئن باشه کنسل می کنم. این جلسه تبلیغاتی نیست. می خوام فکر تو باز کنم. ببینی در این 28 روز میتونی چی کار بکنی. 0 تا 30 درصد. 0 تا 30 درصد اگر عربی تو میزنی، این کاری که میگم رو انجام بده عزیز دلم. اینایی که میگم رو حتما صفش بچسب. خوشگل منی تو. خب اینو بیا عزیزم. لغت 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 عربی تو خوب کن.
درک متن و ترجمه. لغت، درک متن، تجربه. تو درک متن هم همه تستا رو نمیخوام، اون تست سختاشو نمیخوام. یه لحظه صفحه چیز رو من داشته باشم، یه لحظه بیارم کنکور رو، بیا خودم میارم اینجا هست. بیا کنکور رو بیا با من. کنکور رو بیا با من. چیا رو گفتم بهت؟ این که اصلا دینی رو باش کار دارم. تو رو قرآن خوب گوش کن. چقدر من گیجم. خب این درس بعدیشه دیگه، واقعا گیج شدم. خب بریم. آقا اینجا رو خوب داشته باش، اینجا رو با من داشته باش. گفتم که ترجمه رو بخون. ببین ترجمه تو چطور میسازم، حواست باشه. ترجمه رو ببین که چطور میسازم. یه تست، دو تست، سه تست. بیا پایین، بیا پایین، بیا پایین، بیا پایین، بیا پایین، بیا. چند تست شد؟ چهار تست، پنج تست. بیا پایین، بیا پایین. دارم رو کنکور بهت نشون میدم، رو کنکور دارم بهت نشون میدم. شیش تست، هفت تست. بیا پایین، بیاد خوشگله، بیاد پایین. بیا 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 بیا. هشت تست، نه تست. بیا پایین، بیا پایین، بیا پایین، بیا 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 بیا. چند تست شد تا اینجا؟ ده تا تا اینجا. بیا پایین. آقا درک متن خیلی سخته، همشو که نمیخوام که قرونت برم. چیا رو میخوام؟ چیا رو از درک متن میخوام؟ تو میگم من قواعد هیچی بلد نیستم، قواعد هیچی بلد نیستم. میگم چل به بعد تو اصلا نمیخوام، کاری با چل به بعدت ندارم، همینا رو ازت میخوام، همینا. تو کل وقتت رو بذار رو همینا. چند تا شد حسین اونجا؟ 10 تا شد، 11 تا، 11، 12، 13، 14، 15. اینا رو هم نمیخوام. خب یه دونه هم اینو میخوام ازت عزیزم، مفهوم. خب که گفتم دیگه لغت و اینا رو باید خوب بلد باشی. بعدش 15، اسم تفضیل و اینا هم من میگه اصلا تو بلد نیستی، که اینا خیلی آسونه، دارم اینا رو حذف میکنم. اینم بلد نیستی، اینم بلد نیستی، لای نفی جنس هم بلد نیستی، اینم معنیه. چند تا شد حسین؟ 16. اینم بلد نیستی، حصر هم بلد نیستی. 16 تا از 25 تا چند تا میشه؟ چند تا میشه؟ بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا. گفتم چند درصدشو میزنم برات؟ 16 ضرب در 4 میشم چند درصد؟ 64%. حسین نازنینم صفحه تخمین رتبه رو باز میکنی؟ آدمی که حرف چرت بزنه عدد و رقم نمیتونه نشون بده، من دارم عدد و رقم بهت نشون میدم. ماشالله ماشالله. عربی رو زدیم چند درصد؟ 50%. حسین چند درصد در اومد؟ 64%. برای چقدر حاشیه گذاشتم؟ این عددی که دارم بهت میگم چرت نیست، عددی که دارم بهت میگم چرت نیست. دارم میشمرم و اول عددو گفتم که تو بعدش بخوای بگی نمیشه رسید اینا. برو بریم بعدی، برو بریم سراغ زبان. صفحه خودم بهم میدی حسین جان. مرسی از همه زحماتت، مرسی از لطفت. میرم سراغ زبان. با دینی کار دارم عزیزم. دینی رو فعلا چیزی نمیگم. با دینی کار دارم، با دینی کار دارم. خوب گوش کن. من میگم آقا اگر شما محدوده درصدیت بین 0 تا 30%، چیو کار بکن؟ لغت، ریدینگ، کلوز. لغت، ریدینگ و کلوز تو کار بکن. لغت، ریدینگ و کلوز تو کار بکن. از اون ور میگم در کنار اینها شما حتما تست ریدینگ و کلوز هم بزن، در حدی که بفهمید توی کلوز ها بدون دونستن گرامر چه استفاده‌ای باید انجام بدی. مثال بریم تو لغات، بریم توی ببخشید چیزا، بریم توی اینا، بریم توی سوالات. بیا گفتم با دینی کار دارم. اولش هم اشتباه داشتم عربی رو رد می‌کردم، فکر کردم دینیه.
خب بریم 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 بریم. خب بیا بیا آقا، من میگم شما چیا رو بلد باش؟ لغت ها رو خیلی خوب بلد باش. یادت باشه اگر لغت رو خوب بلد باشی، لغت رو خوب بلد باشی و کلوز زیاد زده باشی که میذارم تو برنامه که زیاد بزنی، بچه ها یک سری سوالات مثل اینا رو دارم میگم. بذار بگم کدوم؟ مثل اینا رو که زمان فعله، یا مثل اینا میتونی جواب بدی. اوکی؟ من میگم این یکی نه، تو پریونت و اینا نه. خب بیا پایین، بیا پایین این دوتا، بیا اینجا. 3 لغت رو بلد باش، 4 لغت رو بلد باش، 5 لغت رو بلد باش، 6 لغت رو بلد باش. بیا پایین، بیا پایین. اصلا نور میفته به LCD، من خودم سوالات رو نمیتونم بخونم، گاهن از حفظ دارم میزنم. لغت رو بلد باش 7، لغت رو بلد باش 8. واقعا باورتون میشه از اینجا دیده نمیشه LCD؟ لغت رو بلد باش و متن رو خونده باش، متن 9. لغت رو بلد باش و متن خوب خونده باش، 10. بیا پایین. به به این کلوز، بچه ها قول بهتون میدم کلوز اونطوری که من میگم بهتون بزنید 5 تا تسته، شما 4 تاشو میزنید. چند تاشو بزنید تا بالا؟ 10 تا. اینم 5 تا میشمونیم، حالا دوباره میشمونیم، مشکلی نیست. اینم 5 تا اینجا. توی ریدینگ هم باز مثل درک متن عربی، اصلاً سوال عجیب غریب سختو نمیخوام. یکی این سوالشو میخوام، ببینم این ریدینگ اصلا سوال سختش 1400 تجربی. این سوالشو میخوام. اینا رو بچه‌ها اکثراً اگه متن رو وقت بکنن بخونن اینا رو میزنن. اینم که لغتش رو باید بدونی، معنی لغت رو باید بدونی. ممکنه که این رو نتونی بزنی، اینو ولش کن، این رو چون ممکنه نتونی بزنی. بیا اینجا دوباره، این ممکنه که نتونی بزنی، این، این و این. بسیار عالی، بشماریم سوالا رو. تازه از همون ریدینگ و کلوزم سوال حذف کردم. برو بریم، خوب نگاه کن. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. بچه ها این دوتا هم اشانتیون، من میگم 18 تا سوال. این دوتا هم گفتم اشانتیون، اصلا این دوتا هم نمیذارم که میتونین سوال هم بزنین. با کاری که من بهت میگم میتونین دوتا هم بزنین. من میگم 18 تا، این دوتا هم اشانتیون، اصلا حساب نکنی. یعنی ما گرامر هیچ سوالی نمیزنیم. 18 تا شد دیگه. بریم تو درصد بندی خودمون ببینیم که درصد بندی خودمون چقدر گفته بودیم. گفتم اگر تو زبان بین 0 تا 30، من با این کاری که بهت میگم شما 18 سوال زبان رو تقریبا مسلط میتونی بشی. میشه چند درصد؟ 72%. آقا ما نمیتونیم 72% بزنیم. هیچکی نگفت 72%. حسین جان تخمین رتبه رو برام بیار. من نگفتم شما 72% بزن. همه اینا حاشیه اطمینان داره. زبانت رو چند درصد گفتم؟ 45%. چند تا سوال معرفی کردم؟ 18 تا سوال. 45% میشه چند تا سوال؟ 11 تا سوال. یعنی تو 6 تا از اونها رو میتونی نزنی. 6 تاشو میتونی نزنی. خب اینم دیگه از این ساده تر تخمین رتبه رو که برات باز کردم. قبلش گفتم چون زبان خیلی ها خیلی ها مشکل داره، بیشترین حاشیه اطمینان رو من تو زبان برات گذاشتم. بیا پایین بریم درسای پایینی، بعدش میخوام راجع به اینا صحبت بکنم. خیلی شیک، پس با من باش بریم جلو. ریاضی تجربی انسانی ها رو هم یه اشاره های کامل خواهم کرد. صفحه خود من رو اگه بزرگواری کنیم به من بدی ممنونم از شما، مرسی از لطفتون. پس شد ما به چی رسوندیم؟ فارسی رو رسوندیم به 60، عربی رو به 64، زبان رو به 72. آقا من در مورد دینی یک اعتقاد قلبی دارم. دینی
آقا کسی یه جزوه خوب بخونه یا نکته و تست خوب و عالی دیده باشه و کاراشو کرده باشه یا یه همایش فوق‌العاده به همراه 10 کنکور عمومی انجام داده باشه، امکان نداره زیر 80 بزنه. اینو همه تون میزنی و بعد از کنکور منتظرم به من خبر بدی. بعد از کنکور انتظار دارم به من خبر بدی که این اتفاق برای من افتاد. من چون این درصده عمومی تو کف درصدها رو من اونجا پیاده کردم، هر کدوم از درصدهاتون حاشیه اطمینان داره. یه جمله رو این تیشرت من نوشته، امروز اینو اصلا پوشیدم که نشون بدم، من کلا لباس زیاد ندارم واقعیتش، ولی اینو پوشیدم که بهتون نشون بدم. نوشته try to stop me. همه دوروبریای ما، همه آدمای دوروبرمون، بجز پدر و مادر، پدر بزرگ مادر بزرگ، هیچ کس دوست نداره منو تو رشد کنه. هیچ کس، رفیق صمیمی، این اون هیچ کس دوست نداره منو تو پیشرفت بکنیم. هیچ کسی از این که منو تو بنز و پورشه و مازراتی سوار شیم لذت نمیبره. هیچ کسی از این که منو تو خونی 2000 متری داشته باشیم لذت نمیبره. هیچ کی میگن کوفتش بشه، درد بشه، هیچ کی لذت نمیبره. هیچ کی طاقت دیدن این که تو از اون بهتر باشی رو نداره و همه سعی میکنن که تو رو نگه دارن. منم به همه میگم try to stop. همه زور تو بزن که من وایسم، ببین من به کجا میرسم. صفر شروع کردم، ببین به کجا میرسم. سفت پاش وایسادم. همیشه حرف من اینه، صفر شروع کردم اما سفت پاش وایسادم. برو ببین ببینم چیکار میکنی. همه درصدا رو گفتم، همه درصدا رو کامل گفتم با حاشیه اطمینان کامل و گفتم چیا رو باید بخونی. برنامه عمومیمون چیه؟ ببین خوب عزیز دل من گوش کنه، من گفتم من برای همه بچه‌ها برنامه میدم، هم برای 12 هم برای پشت کنکوریا. قربونت برم، اگر 12 در 2 امتحانات به جز موارد خاص که توی خصوصیام و یا تو کلاسای وی آی پی خودمون با بچهای پروفشنال و اسمارت و تی ان تی مون گفتم، بجز اون موارد که موارد خیلی خاصی هستن که فرده، یعنی من مثلا به منتور گفتم به فلان دانش آموز نذار اینو تو برنامهش یا بیشتر بذار، حداقل 1 در هفته اول بزن، حداقل 2 در هفته دوم بزن. پس دانش آموز 12 برای 2 آیندت کنکور عمومی چند تا گفتم؟ گفتم چی؟ کنکور عمومی. آقا کنکور عمومی چه رشته هایی رو بزنیم، از چه سالی بزنیم؟ اینا خوب نگاه کن. اگر رشتت، بذار همه عمومی ها رو بنویسم، هنر، زبان، ریاضی، تجربی، انسانی و خارج کشور. ببین گل من، اگر میخوای کنکور عمومی انتخاب کنی بزنی، خوب منو گوش کن، اگر رشته تجربیه تو کنکورهای عمومی تجربی ها و خارج ها رو نزن. متوجه شدی؟ سخت بود؟ اگر رشته تجربیه تجربی ها و خارج ها رو نزن. حالا تو بهم بگو چطو باز کنین. اگر یه دانش آموزی رشتهش ریاضیه، کدوم رو باید کنکور عمومی نزنه؟ برای من بنویس چطو باز کن. اگر دانش آموزی هستش که آفرین ریاضی رو نباید بزنه و خارج، تموم شد، چطو به من. همه متوجه شدم، پس معنی کارم رو متوجه شدی. اگر دانش آموزی ریاضی و خارج رو نباید بزنه، چرا؟ چون کنکور اینا رو میخوایم جامعه بزنیم. پس دانش آموز 12 در هفته اول 1 حداقل، در هفته دوم 2 حداقل میزنیم. میریم سراغ دانش آموزان پشت کنکوری. دانش آموز پشت کنکوری در 2 آینده هفتگی 2 یا شما رسیدی به برنامه‌ای که داری دائما کنکور میزنی، کنکور دائمی 3 روز 1 بار 4 روز 1 بار میزنی و تحلیل درمانی که بچه های من رسیدن، پروفشنال های من رسیدن، خصوصی های من
50-60 درصدشون رسیدن و دائما دارن این کارو میکنن پشت کنکوریا. این بچه ها هفتگی 2-3 تا عمومی بزنن به جز موارد خاص که در خصوصی ها یا در بچه های پروفیشنال تی ان تی به صورت خاص به منتور گفتم این دانش آموزی، این دانش آموزی، این دانش آموزی این کار خاص رو بکنه. این بریم سراغ بعدی. اگر که پشت کنکوری هستین ولی به این برنامه نرسیدین، هنوز تو جنبندی تک درسین، یادتون باشه هفتگی حداقل 2 عدد رو بزنی، حداقل 2 عدد در کنار جنبندی تو بزنی. این برای کنکوری پشت کنکوری برنامه کنکور اون میشون. حالا هر روز چی کار بکنیم که اون مواردی که گفتیم رو بتونیم برسیم؟ بچه های نازنینم، من روزانه از شما 4 تا باکس 45 دقیقه میخوام. روزانه 4 تا باکس 45 دقیقه میخوام. خوب به من نگاه کن. این یه روزه چقدر وقت داریم حسین جان؟ خب وقت داریم، مرسی. بچه این روز فرده، این روز زوجه. خوب به من گوش کن. روز فرد یه تایم میدی ریدینگ، یه تایم میدی کلوز، یه تایم میدی قرابت، یه تایم میدی آرایه. روز فرد یه تایم میدی ترجمه عربی، یه تایم میدی درک متن عربی، یه تایم میدی لغت زبان، یه تایم میدی لغت عربی. این روز فرد و زوجت. اگر تونستی این بالانس رو هر پارت چقدر 45 دقیقه اگر تونستی هر پارت تو 45 دقیقه حفظ بکنی، روزانه اینا رو داشته باشی، تمام اون چیزهایی که گفتم به شما اتفاق میفته، همشون اتفاق میفته. آقا لغت فارسی نخونیم؟ نه دیگه، قرار شد لغت فارسی نخونی چون ریسکیه. تاریخ نخونی، حجمش زیاده به نسبت تعداد سوالش. متوجه شدی؟ کامل این شد برنامه‌ت. کار سختی بود. چتو واکن بچه ها هم توی لایو به من بگیرم توی شدنی یا نه، سری به من بگو بچه ها، هم تو بچه های کلاسینو بگن همینجا، آقا شدنی این کار یا نه؟ میتونی تعداد کنکورهای عمومی که گفتم کنار امتحان نهایی و بچه های پشت کنکوری شدنی یا نه؟ آقا تو رو قرآن شدنی یا نه؟ حسین والله یه دونه نه میبینی یا نه؟ آقا یه دونه نه شدنی یا نه؟ بچه های تو لایو هم بگن شدنیه یا نه؟ تمام. ببین کارو برات بستم عمومی، تو چقدم بستم بابا؟ من برای تو عمومی رو در این حد بستم که فارسی 60 بزنی، عربی 64، زبان 72، دینی 80. ولی ازت چقدر انتظار داشتم؟ هر کدوم اینا 10-15-20% پایین تر برای کنکورت انتظار داشتم. برای تمام دانش آموزایی که 0-30 هن، عمده بچه‌ای هم که یه نفر زد نه، فیروز کمالی زده نه نمیتونم. خب اون نمیتونه دیگه حسین جان، درسته؟ خیلی ها نمیتونن. اونایی که نمیتونن میتونن خدافظی بکنن. ماما بچه ها تو رو خدا نگاه کنین، تو رو خدا، وای این از عمومی. آقا عمومی تو بستیم، بیا بریم اختصاصی. خواهش میکنم بریم اختصاصی. خوب منو داشته باش. آقا ما توی اختصاصی اول از همه از درس شیمی شروع کنیم. حسین جان کنکور تجربی 1400 رو لطفا به من اینجا هست. هست اینجا. یه لحظه من یه چیزی نشون بدم. یه تصور غلطی توی بچه‌ها وجود داره که آقا ما مسئله بلد نیستیم، هیچی نمیتونم. من این فکر کنم فقط چیزش عمومیشه، نه اختصاصیش هم هست. ببخشید.
آه بریم یه تصوری هست بچه ها اسم میکنن که آقا کلن کنکور درس شیمی فقط ما باید مسئله حل بکنیم یا خیلی کار عجیب و غریبی باید انجام بدیم. خب شروع میکنیم. بچه ها خوب نگاه کنین، خوب گوش کنین، خیلی ساده، خیلی ساده و خوب. اینو نمیخوام، اینو نمیخوام، اینو نمیخوام. چیکار دارم میکنم من؟ من صفحه رو این بالا اشتباه میزنم فکر. آها خب بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. خب بچه ها خوب منو داشته باشین، خوب منو داشته باشین، خوب منو داشته باشین، خوب منو داشته باشین. چت رو ببندین لطفا. خوب منو بچه ها داشته باشن. همه حواسشون جمعه، همه حواسشون جمعه. یه کار خیلی مهم میخوام براتون انجام بدم. خب برم ببینم دانش آموزی که امروز صفره چیا رو میتونه بخونه. از نظر من از معلم ها هم نظر پرسیدم یه تعدادی، نظر معلم ها مختلفه. منظورم از صفر کسی نیست که کتاب باز کرده، منظورم کسی که بین 0 تا 30% درصد شیمیشه. صفر کسی الان یک ماه آخر اصلا به رتبه فکر نکنه، اصلا فکر نکنه. بین 0 تا 30 داری میزنی ولی درس ها رو خوندی، یه چیزایی سر کلاس ها بودی، تکلیف انجام ندادی، آزمون نزدی. نگی به من گفت صفر میرسه. صفری که تعریف منه با صفری که تعریف تو متفاوته. یه نفر میگه من سرباز بودم این ماه شروع کردم بخونم تا کنکور، مثلا 3 سال کتاب رو ندیدم. نه، بعد یا سر کلاس بوده باشی یا جزوه خونده باشی ولی کاری انجام، خیلی تست زیاد نظر باشی و و و. خوب منو گوش کن، اینجا رو داشته باشه خوشگل من. این سوال به صورت مسئله ای نیست، خیلی ها میتونن این سوال رو بزنن. بچه ها من این سوالات رو جلوی کنکوری های بچه های پارسالمون گذاشتم و گفتم کدوم ها رو اگر در این زمان کوتاه میشد میتوانستیم بزنیم. معلم ها هم خیلی هاشون نظرشون ما اینا بود، خیلی هاشون هم نظرشون نبود. اوکی بچه ها در مورد ترکیب های شیمیایی، اسم ترکیبات شیمیایی این سوال رو میتونیم بزنیم. دوت بیا بریم پایین، بیا پایین، بریم پایین. من میخوام بگم کدوم ها رو میتونستیم خیلی راحت بزنیم. بچه ها یه مسئله از خیلی ساده است ولی اصلا نمیخوام بزنین. این سوال دوباره مفهوم بیفسیه، مسئله ای توش وجود نداره. بریم بله، این دوباره مفهومی حفظیه، خیلی عالی. بریم این نه، این مسئله است، مسئله است. خب یه دونه موازنه و خیلی کار عجیب و غریبی نیست، ضریبای استکیومتری رو باید داشته باشین، ادوکسایش ها، ولی بازم اینو نمیخوام، اینم مسئله است، نمیخوام. نمودار انحلال پذیری فقط باید تعریفش و مفهومش رو فهمیده باشی، تموم. مفهومش رو فهمیده باشی تموم. بیا پایین، بیا پایین، بیا پایین، بیا پایین، بیا پایین. این اصلا مسئله است، نمیخوام. دوباره این، دوباره این مفهوم در مورد روندهای تناوبی به صورت کامل مفهوم رو فهمیده باشی کافیه. حالا میگم اینا رو چجور بخونی، کامل بهت میگم چیا رو بخونی. کاملا اینو میتونی بزنی، تست مفهومی غیر مسئله ای. بیایم پایین، حالا میگم این مفهومی ها رو کاملا از کجا بتونی بخونی. نام ترکیبات باز تموم شد، اینم میتونی بزنی. بیا پایین، این اصلا واکنشی، هیچی نمیخوام، واکنشی هیچی نمیخوام، اینو هیچی نمیخوام، اصلا بلد نیستم. دوباره مفهوم، اصلا مسئله نخواستم بذارم. بیا پایین، بیا پایین، بیا پایین. اصلا با این کاری ندارم، مسئله است، کاری ندارم، کاری ندارم، اصلا کاری ندارم. این خیلی ساده است ولی اصلا کاری ندارم. فوق العاده سوال مفهومی حفظی. بیا پایین، کاری با این ندارم. فوق‌العاده سوال مفهومی، برو بعدی. اونایی که اصلا مسئله اینا داره باید حساب بکنی فلان، اینا اصلا کاری ندارم. مفهومی، نام ترکیب، حفظی، برو بعدی، کاری ندارم. بله مفهومی،
مفهومی حفظی بیا پایین. اصلا کاری با این نداره. خیلی سوال ساده یه بچه ها. دو ظرف اولی داره 200 گرم آب مقطر، دومی داره 250 گرم آب مقطر، هر دو در دمای 25% فلا 25 درجه در نظر بگیرید. چند مورد از مطالب تو خیلی سوال مفهومی ساده، خیلی مفهومی ساده. کدام مطلب نادرست است؟ مفهومی ساده. بله حالا بهتون میگم الان مفهومی که میگم ساده است، باید چی کار بکنی؟ بله بچه ها ناکنید، بچه هایی که تصورشون اینه که من مسئله بلد نیستم شیمیم داغون خواهد شد، میگم چرا میگم کلاس نرو؟ به خاطر همینه که بشینی این مطالب رو از تو جزوت بخونی. بیا اینجا. بله مفهومی. بله مسئله تا اینجا انقدی نداشتیم. مسئله از کاری ندارم، مسئله از کاری ندارم. کاملا مفهومی، کاملا مفهوم. بله کاملا مفهوم. مسئله از کاری ندارم، مسئله از کاری ندارم، مسئله از کاری ندارم. دوباره سوال مفهوم. اینم مفهوم. خب چند تا سوال بود؟ خوب نگاه کن چند تاش بود. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. چند تا سوال بود؟ 20 تا سوال. چند تا دونه کلن سوال داره؟ 35 تا سوال. 20 35 میشه چقدر؟ 20 35 میشه چقدر؟ میشه هول و هوش 60%. بیشتر هولوش 60%. چند درصد ازت خواسته بودم؟ برای من صفحه تخمین رتبه قلمچی رو میدین. چند درصد از تو خواسته بودم؟ گفتم شیمی تو به چند میرسونم. بچه ها اول درصدها رو حساب میکنیم، بعد میریم راهکار رو میگیم. چند درصد ازت شیمی خواسته بودم؟ 45%. چند درصد خواستم؟ 45%. یعنی زیر 17 تا سوال. ولی 20 تا سوال بهت گفتم بعد چجوری کارشو انجام بدیم. بریم درس بعدی. بریم درس بعدی. خب یه لحظه به من چیز رو میدین لطفا، سوالات کنکور رو میدین. بریم سراغ فیزیک. فیزیک رو بریم بچه ها. فیزیک رو بریم بچه ها. در مورد فیزیک میخوام یه چیزی بگم. کلن دنباله اگر درصدتون بین 0 تا 20 دنبال چند تا مبحث کوچیک برید، همون مباحث رو انتخاب بکنید، فقط سوالات همونا رو بزنید. آقا مثل ادبیات اینا مبحث نمیگی؟ نه، چون هر کسی یک کلاس نکته و تستی بوده، هر کسی یه مقداری رو در طی سال خونده. بچه ها با دیدن مطلب جدید کیفیت کار شما افزایش پیدا نخواهد کرد. با دیدن مطلب جدید شما نمیتونید تستتون رو بالا بزنید. چرا؟ علت شو دارم بهتون میگم. علت اولیش اینه، میگم آقا مگه 75% تو الان درس نداده به تو؟ تو الان چند درصد میتونی بزنی؟ ها درسته؟ پس اینو اضافهش نکن، این میشه 60%. خب حالا میگم انتخاب مباحث هم چجوری انجام بدینا. فیزیک میگم انتخاب مباحث میخوام ازت، فیزیک انتخاب مبحث ازت میخوام 40%، 45%. ریاضی انتخاب مبحث ازت میخوام 40%، 45%. زیستتونم به نظر من میتونید برسونید به هول و هوش بالای 60%. حالا رشته ریاضی چی میشه؟ رشته ریاضی اینش حذف میشه، این ستاش عین همینه، فرقی نمیکنه. رشته ریاضی اینش حذف میشه، فرض کن فیزیک رو نداری. حالا میخوام برم سراغ یه برنامه خیلی مشتی که واقعا ببینی که چی کار میتونی بکنی. اول از همه ما یک روتین روزانه داشته باشیم برای زیست و شیم. بچه ها خوب نگاه کنین، من برای روتین روزانه زیست و شیمی برنامه میخوام. بچه های تجربی یه مدل، بچه های ریاضی هم یه مدل. خوب گوش کن به من بچه ها. اگر یک جزوه درست حسابی دارین، یک جزوه درست حسابی دارین، 2 ساعت جزوه، 3 ساعت جزوه
جزوه شیمی و 3 ساعت جزوه زیست روزانه داشته باشید. خب اول من یه حرفی بزنم، شما میگی آقا 4:45 دقیقه اون وقت، 4:45 دقیقه چقدر میشه؟ میشه 3 ساعت. 3 ساعت این 3 ساعتی میشه 9 ساعت. مگه ما روزی چند ساعت درس میخونیم؟ اگه بخوای 9 ساعت درس بخونی که اصلا فکر نکنین لایو به درد اون نمیخوره که. لایوی که الان من دارم میگم برای دانش آموزی که 14 ساعت الی 15 ساعت میخواد بخونه، که از اون ورش هم 2 ساعت به ریاضی 2 ساعت به فیزیک میدیم، تازه 1 ساعت جبرانی 2 ساعت جبرانی هم داشته باشه، میشه 9 ساعت. 4 ساعت هم ما کار داریم. ما همیشه یادتون باشه تاکیدمون رو 13 ساعت حداقل دیگه، دقیقاً بر اساس 13 ساعت حداقل طراحی شده. روزانه 3 ساعت شیمی، 3 ساعت زیست رو داشته باشی. در طی 2 هفته آینده با 3 ساعت شیمی و 3 ساعت زیست، کاری که شما باید انجام بدین اینه. در جزوه شیمی تا جای تدریس شده 0 تا 100 مفاهیم و تست های غیر مسئله. آقا ما مسئله بلدیم، استکیومتری خیلی عالیه. من دارم برای کسی میگم که مسئله بلد نیست. تو هرچی مسئله بلدی به این اضافه میشه، 5 تا تست هم به این اضافه میشه، اون 20 تا 5 تا دونه هم اضافه میشه و تست های غیر مسئله یعنی حفظی. بچه ها اینها رو کلاس جدید نرید، اینا رو دوباره بخونید. روزانه 3 ساعت جزوه شیمی. میریم سراغ جزوه زیست. بچه ها جزوه زیست رو 0 تا 100ش رو فقط بخونید. آقا ما گیاهی یاد نمیگیریم، میتونیم حذف کنیم؟ خیر، حذف عمقی کنید. حذف عمقی چی آقا؟ 100 بار توضیح دادم حذف عمقی یعنی چی؟ یعنی چیزی که شما میخوانی که توش گاو نباشی، که اگر ازش سوال آسون اومد بتونی چی؟ بزنی. متوجه شدی؟ مثل هندسه پارسال. این مثال هندسه پارسال کمر منو شکست انقدر مثال زدم. آقا هندسه پارسال هندسه سختی نبود، کسایی که کلاس خوب رفته بودن تونستن بزنن. مطالبی رو حذف عمقی میکنیم که فکر میکنیم ممکنه نتونیم بزنیم، میگیم اوکی حذف عمقیش میکنم، میخونم که گاو نباشم، که اگر آسون بود بتونم بزنم. برای چی؟ میگه آقا من تسته غیر گیاهی رو میزنم، اگر تسته چند گزینه اومد و مبحث گیاهیش آسون بود بتونی چیکار بکنی؟ بزنی. بچه های انرژی ها که نیفتاده بگو ببینم، انرژی ها که نیفتاده واکن چطور ببینم. بچه ها انرژی ها چطوره؟ حواستون جمعه یا نه؟ بزن ببینم. عالی، واقعا باید به تستا بگی بده بزنیم. به به، این جلسه من انرژیم بالاست، میخوام حسین یه کاری بکنم بعد از کنکور همه بیان بگن آقا نه بعد کنکور که نه بده بزنیم فایده نداره، سر جلسه کنکور بگن بده بزنیم، فقط بدیم بزنیم. بچه ها برنامه‌ای که کنارش داریم چیه؟ برنامه‌ای که کنارش داریم روزانه 2 ساعت ریاضی و 2 ساعت فیزیک. 2 ساعت ریاضی و 2 ساعت فیزیک. قطعا خیلی از بچه ها این جمله‌ای که الان من بعدش میخوام بگم رو اصلا بهش فکر نکردن، ولی من بهتون میگم آقا شما که گفتین ما کنکور بزنیم، آقا شما که گفتیم ما آرایه بزنیم، قرابت بزنیم، کنکور عمومی بزنیم، اینکه کل روزمون رو پر کرد. در بخش ببین یه جمله میخوام بگم، چت باز باشه حسین، بچه‌ای که فهمیدن یه دونه پرهام بزنن. بچه‌ای که فهمیدن این کار هر روزه، اون پکیج عمومی روزهای غیر کنکور زدنه، در تمام روزها این پکیج رو داریم. روزی که داری کنکور میزنی پکیج عمومی رو حذف میکنی، کنکور جامع میزنی، تو این ساعتا تحلیله
درمانی میکنی. یعنی چی؟ یعنی اگر شیمی دیدی یه مبحثی رو بلد نیستی، به جایی که بری از صفر شیمی شروع بکنی بزنی، دقیقا میری همون مبحث رو میزنی. متوجه شدی؟ جان من متوجه شدی؟ متوجه شدین بچه ها؟ حرفم رو متوجه شدین؟ بچه ها متوجه شدین؟ بچه های لایو هم وا کنم. بچه ها هر کی متوجه نشده بگه من دوباره توضیح بدم. آقا ما این پکیج رو هر روز داریم، 4 تا 45 دقیقه عمومی، 3 ساعت شیمی، 3 ساعت زیست، 2 ساعت ریاضی، 2 ساعت فیزیک رو داریم. آقا تو رو خدا، تو رو وای وای حسین، ترکید. آقا پکیج رو هر روز داریم، از این ور عمومی، از این ور اختصاصی. حالا دانش آموز رشته ریاضی از این شیمی 1 ساعت میده به ریاضی، 1 ساعت میده به فیزیک، 1 ساعت هم نگه میداره به عنوان جبرانی. روزی که قرار کنکور جامعه بزنیم یا کنکور عمومی بزنیم، پکیج عمومی که اینجا تعریف کردیم، پکیج عمومی حذف میشه از برنامه، چون توی کنکور عمومی داریم ریدینگ داره، ترجمه داره، درکمت داره، کلوز داره، قرائت داره، لغت داره، عربی داره، آرایه داره و و و و و. ولی پکیج اختصاصیمون سر جاش هست. پکیج اختصاصیمون سر جاش هست. توی تحلیل درمانی ازش استفاده میکنیم. یعنی چی؟ من به جای اینکه برم جزوه شیمی رو مثل بز ببینم، از اول بخونم که اون تیکه که قبلا ندیدم، که اون تیکه که قبلا یاد نگرفتم دوباره بخونم، دوباره نبینم و دوباره یاد نگیرم، میام میبینم کجا مشکل دارم. در روندهای تناوبی مشکل دارم، تو انحلال پذیری مشکل دارم. در این تایم شیمی 3 ساعت جزوه نمیرم شیمی رو از صفر شروع کنم جزوهشو بخونم، دقیقا میرم همون زیر مبحثی که مشکل دارم میخونم، به اضافه تست درمانی میزنم. متوجه شدی یا نه؟ متوجه شدی؟ تو لایو و توی اینجا یه دونه دمت گرم بزن. متوجه شدین؟ بچه‌ها در مورد کلاس نکته و تست توضیح دادم دیگه، از اول کلاس نبودین. کسایی که نکته و تست دارن توضیح دادم مثلا کیا نکته و تست رو نبینن. بچه‌ها متوجه شدین؟ بچه‌ها متوجه شدین؟ بچه‌ها متوجه شدین؟ بچه‌ها میگن دیدی رو باید چیکار کرد؟ دیدی رو که توضیح دادم، همه متوجه شدن. اوه یا ابوالفضل، ماشاءالله ماشاءالله، ترکیدی یا نه؟ عشق کردی یا نه؟ یعنی میخوام آخرش واقعا یه حال به من بدین. بچه‌ها تو سایت کلاسینو باشن، این ورم باشن، بعدش میخوام یه حال اساسی به من بدین. با جلسه حال کردین؟ برو بریم، برو بریم، برو بریم. خب پس این پکیج رو دائما داریم، ولی کور نمیریم زیست بخونیم، کور نمیریم ریاضی بخونیم، کور نمیریم فیزیک بخونیم. میام میبینم فیزیک من توی موج و نوسان داغونم، فشار یه چیزایی بارمه، مسئله رو تا نصف رفتم. تو تایم تحلیل درمانی میرم جزوه فیزیکم و مبحث فشار رو میخونم، و بعد که مبحث فشار رو خوندم تست همون فشار رو میزنم. جمع کار، ماشاءالله ماشاءالله. برو بریم صفحه بعدی، برو بریم صفحه بعدی. بچهای انسانی که صفرن، بچهای که انسانی که صفرن، از درس های اختصاصی در زمان اختصاصی فقط 12 جمع بشه. بچه ها خوب گوش کنین، فقط 12 جمع بشه به اضافه در تحلیل درمانی. هر چی از پایه بلدی دوره بشه، به اضافه بچهای انسانی چون حجم درسشون بالاتره، در تحلیل درمانی به من تو اون لایو تحلیل درمانی گفتم به ازای هر غلط 5 تا 20 تست شما فقط 5 تست بزنید. متوجه شدید؟ کامل متوجه شدید؟ حرف منو فهمیدین؟ بریم توی تخمین رتبه. حسین جان اگه تخمین رتبه رو به من بدی ممنون میشم. آقا واقعا این جلسه رو من گذاشتم که انرژیاتون بد بره بالا. یه بار دوست دارم 1 ماه بعدت رو برای خودت تصویر کنی، 1 ماه بعدت رو برای خودت لذت ببری و واقعا عشق کنی، در این 1 ماه لذت ببری.
یک ماه بعدتون، هم ریاضی هم تجربی هم انسانی. ببین تو میتونی تو این یک ماه تلاش بکنی و خودتو بیاری بالا در محدوده پزشکی، پیراپزشکی، یه نتیجه خوبی بگیری، یه لذت خوبی ببری با وجود شرایط فعلیت که انقدر داغونه که خیلی نگرانی که من بذارم برای سال بعد یا نذارم برای سال بعد. خودتو برسونی به این بچه ها، برسونی به دانشگاه آزاد دارو مثلا، به نظر من فوق‌العاده است. شیمی 30% از تو میخواد. من چند گفته بودم؟ گفته بودم شیمی تو تا 60% میتونی برسونی. فیزیک چند درصد میخواد؟ 30%. زیست چقدر میخواد؟ 40. ریاضی 30. زمین 10. زبان 5. معارف 80. عربی 90. فارسی 50. تو میگی آقا من نمیتونم عربیمو بزنم 90. عربی تو نزن 90، عربی تو بزن 60، زبان تو بزن 60. به جای اینکه شیمی تام 30 بزنی بزن 35، فیزیک تو 30 بزنی بزن 35. خیلی هم بهتر از این میشه کارنامه. خیلی هم بهتر از این میشه کارنامه. پس بچه ها ببینید، به خدا چیز عجیب و غریبی اصلا نیست. واقعا چیز عجیبی نیست. کارنامه رو ببینید. کارنامه رو ببینید. شیمی 40، فیزیک 50، زیست 40، ریاضی 40، زمین 10، زبان 70، معارف 80، عربی 80، ادبیات 30. این به خاطر اینکه ادبیات چه خیلی پایین زده. من با درصدی که به تو گفتم تو ادبیات تو میتونی 15-20% بالاتر از این بزنی. ادبیات ضریبش بالاترینه. بالاترین ضریب رو ادبیات داره. وقتی تو ادبیات تو 20% از اون چیزی که بزنی کمتر بزنی، مجبوری اینا رو بیاری بالا تا نتیجهشو بگیری. بیا پایین. خوب نگاه کن بچه ها، خیلی نتایج خوبی میتونین بگیرین. بچه ها خیلی نتایج قشنگی میتونین بگیرین. کارنامه رو ببینین. شیمی 30، 60، 50، 40، 10، 70، 70، 50، 30. بچه ها تمام تلاشتون رو بکنید. حسین جان صفحه خود من رو به من بده. تمام تلاشتون رو بکنید. بریم از اسلاید اول یه دوره‌ای بکنیم. اول ببینید که کدوم یکی از این چهار شرایطین. اول ببینید کدومی که از این چهار تا این 12 کلاس دارین یا کلاس ندارین، پشت کنکور این کلاس دارین یا کلاس ندارین. همه اینا رو خوب ببینید. برای 12 دو هفته اول دادم، برای پشت کنکور یا دو هفته اول دادم، به ترتیب مباحث مهمو گفتم. گفتم چه کلاس هایی رو نبینید که عمدتاً بچه ها دیگه کلاس نباید ببینن بعد از این. اون تعدادی که میبینن گفتم آفلاین ها کلن هست، آنلاین ها رو ببینن و آزمون نهایی و و و. این بریم بعدی. بریم بعدی. ما چند بخش داریم دیگه. گفتیم آموزش چه چیزایی باید اتفاق بیفته تو این 28 روز کامل که شب عید سیباتون برسه به بازار. فارسی، عربی، دینی، زبان، چون بین همه رشته مشترک بود مباحثشو گفتیم، چیا باید بخونید گفتیم، رفتیم تخمین رتبهشو زدیم، گفتیم که پشت کنکوریا و 12 چند تا کنکور عمومی باید بزنن در دو هفته آینده که دو هفته بعد مجدد جلسه داریم، گفتیم که ریدینگ، ترجمه عربی، کلوز، درک متن اینا چقدر ارزش داره و روزانه باید تو برنامه چی باشه، گفتیم هر کدوم از درصدهای اختصاصیمون رو توی این مدت از 0-30 تا چند درصد میتونیم ارتقا بدیم، همه تایم برنامه روزانه‌تون رو تقسیم کردیم، گفتیم روزایی که کنکور دارید یا کنکور ندارید چه جوری باید تقسیم بکنید به صورت کامل، چه مطالبی باید حذف عمقی بکنید، و بعدش هم این که برای بچهای انسانی 12 اگر که عشق کردین، لذت بردین، من لایو رو سیو میکنم. یه دمت گرم برای ما بزنین و واقعا یک الگوریتم خوشبختی در کنکور هاته. خوشبختی یه بخشیش تو کنکور بهتون گفتم. یه چیزی میخوام بگم، خیلی از بچه ها هستن از جنوب کشور، مخصوصا بچه های آبادان. میخوام لطف کنید همه این جمعیتی که هستن یه فاتحه برای همه گذشتگانشون بخون. آبادانیا و کلن جنوبیا یه فرقی با همه ما بچه های جاهای دیگه دارن. عمده ماها ممکنه تو خانواده هامون شهید نداشته باشیم. من تقریبا هر دانش آموزی که از اون مناطق دارم حتما تو خانواده پدری، برادری، عمویی، نمیدونم دایی، چیزی شهید، جانباز، شیمیایی، مشکلاتی که بعد از اون موارد به وجود اومده، هنوز مواد شیمیایی که تو منطقه هست، همیشه گرفتارن و همیشه اتفاقات خیلی عجیب و غریبی براشون بوده از زمان جنگ به بعد.
یه فاتحه اول برای روح گذشتگانشون بخونیم که واقعا روحشون شاد باشه. و بعد واقعا هم میگم بچه ها خیلی هر کاری که از دستم برمیاد برای بچه های جنوب، برای بچه های داغ دیده انجام خواهم داد و امیدوارم که واقعا این داغ سنگین هیچ وقت رو دل هیچ کس نمونه. یه دونه فاتحه براشون بخونیم و بعد هم انتهای جلسه که مطلب مهم دارم. دعا میکنم که خدا به بازمانده هاشونم صبر بده و اینکه اگه آبادانی ها نبودن شاید خیلی از اتفاقاتی که امروز در کشور ما هست نبود. اگر که نبودن، شاید اگر مقاومت اونها نبود، شاید امروز شرایط ما خیلی بد بود. و اگر آشنای آبادانی دارین، اگر فامیل آبادانی دارین، چه داغدار هست الان چه در گذشته داغدار بوده، بهش افتخار بکنید و همیشه بدونید که بچه های آبادان در دل ما یک جای خیلی خاصی داره. امیدوارم عالی باشین. همه تلاشم رو کردم که بهترین اتفاق بیفته. یه خواهشی دارم. بچه هایی که حال کردن، استفاده کردن از این لایو، خواهش میکنم. اگر سوالی دارید زیر همین لایوی که سیو میکنم در پیج اینستاگرامم بپرسید. پیج اینستاگرام منم احتمالاً بچه ها دارن دیگه. پیج اینستاگرام من اینه. دکتر بشیم. باز یه تعدادی الان میگن که سلام آقای بشیم. خب .ir من فامیلی مبشره، میشه دکتر بشیم، یعنی دکتر بشویم. فامیلی من بشیم نیست. آره، اینم اینستاگرام منه، برید ببینیدش، کنید لذت ببرید، کلی مطلب جدید هست. و برنامه‌تون هم که به صورت کامل گفتم باید برای دو هفته آینده چه کار بکنید. انشالله دو هفته بعدم برنامه دو هفته پایانی رو به صورت کامل خواهم گفت و انشالله که به صورت کامل استفاده کرده باشین. هر چقدر از این لایو استفاده کردین توی پیجم زیر لایو آخر یه کامنت مشتی بذارین. یا علی خسته نباشین، حسین جان شما خسته نباشی، اول از همه مرسی. بچه‌ها همگی مرسی، امیدوارم که لذت برده باشین. یا علی خداحافظ.